داخل این ویدیو میخوام چند تا از حقیقت‌های باحال و خفن سریال هلباند رو بهتون بگم. از انیمیشن هلباند بگیر تا صحنه‌هایی که با موبایل فیلم برداری کردن. سلام رفقا، چطوری؟ من امیرم و به چنل موویشن خیلی خوش اومدین. امروز میخوام چند تا از حقیقت‌های خفن و باحال سریال هلباند رو بهتون بگم. از اینکه اول انیمیشن هلباند ساخته شده و صحنه‌هایی که با موبایل فیلم برداری کردن. داخل این ویدیو هیچ اسپویلی وجود نداره، پس میتونین با خیال راحت تا آخرش ببینین. پس اگه از این ویدیو خوشتون اومد، حتما این ویدیو رو لایک کنین، چنل موویشن هم سابسکرایب کنین و زنگوله هم بزنین تا از ویدیوهای بعدی ما باخبر باشین. Let's go. 보러베리 이상한 뭐가 나타나서 너는 언제 죽는다 کارگردان سریال هلباند کارگردان فیلم قطاری به بوسان هم بوده که فیلم به شدت خفنی بود. انیمیشن هلباند اولین بار توی سال 2003 تولید شد. انیمیشن هلباند توی دو پارت ساخته شد به اسم The Hell Two Kind of Life که کارگردانش هم ایون سانگ هو بوده، یعنی کارگردان اصلی خود سریال، که پارت اولش توی سال 2003 و پارت دومش هم توی سال 2004 تولید شد. که پارت دومش انقدر خفن بود که به عنوان فیلم افتتاحیه داخل جشنواره فیلم و انیمیشن مستقل کره توی سال 2006 پخش شد، یعنی این فیلم افتتاحیه بود. با اینکه داستانش خیلی شبیه به سریال هلبانده، اما خب هم مفهوم جهنم رو داخل خودش داره هم مفهوم بهشت رو، چون داخل انیمیشن یه مرده که حکم جهنم رو میگیره و یه زنم هست که حکم بهشت رو میگیره. فکت بعدی این که فصل دوم سریال به احتمال خیلی زیاد تو نیمه دوم سال 2022 منتشر میشه. کارگردان سریال گفته که از تابستون امسال روی طرح فصل دوم سریال کار میکنه و از نوامبر 2021 هم داشته روند داستان سازی رو تکمیل میکرده، اما تاریخ انتشارش هنوز تایید نشده. ولی خب کارگردانش گفته که تو نیمه دوم سال 2022 منتشر میشه. فکت بعدی این که بازیگر زن فیلم پاراسایت یا همون انگل توی سریال هلبان نقش فرشته رو بازی کرده. چیز جالبی که داخل این فکت وجود داره اینه: نتفلیکس اومد یه ویدیو از پشت صحنه سریال هلبان منتشر کرد. همه دیدن که جون جی سو بازیگر فیلم انگل یا همون پاراسایت داره داخل سریال هلبان نقش فرشته اهریمنی رو بازی میکنه. همشون گفتن پشمام ریخت. خب حقم داشتن. چرا؟ چون فرشته داخل سریال هلباند یه شخصیت سال خورده و ترسناکه، صداش هم خیلی خشنه، اما این بازیگر همش 22 سالشه. شونسنیم들께서 수사를 당하시네요. 그럼 우리가 아까 본 그 괴물 같은 게 시내 계시라고? یه سری از صحنه های سریال هلباند با موبایل فیلم برداری شده. با اینکه صحنه های سریال هلباند به شدت سینماییه، اما خب برای گرفتن همه صحنه ها از تجهیزات پیشرفته سینمایی استفاده نکردن. صحنه های پخش زنده و صحنه هایی که از تلویزیون پخش می شده و اینا همشون با گوشه موبایل فیلم برداری شده. دلیلم داشته. معمولا چالش اصلی داخل فیلم های فانتزی، مخصوصا فانتزی و ماوراءطبیعی، اینه که چطوری بیان یه صحنه ای رو به تصویر بکشن که به دنیای واقعی نزدیکتر باشه، یعنی واقعی تر باشه. گروه تولید هم دنبال این بودن که یه جوری واقعیت رو داخل سریال هلبان جا بدن. واسه همین هم اومدن یه راه ساده رو انتخاب کردن، اومدن از موبایل استفاده کردن تا فاصله بین خیال و واقعیت رو کم کنن. حتی تو صحنه های پخش تلویزیونی که تظاهرات جهنمی رو نشون میداد، اومدن از دوربینای استفاده کردن که واقعا عکاسای مطبوعاتی از اون دوربینا استفاده میکنن. حقیقت بعدی این که هلباند اسکوید گیم رو شکست داد. هلباند تو اولین روز انتشارش تونست تو رتبه جهانی مقام اول رو بگیره، در صورتی که اسکوید گیم 8 روز بعد از انتشارش توی رتبه جهانی تونست مقام اول رو بگیره. اما جالبش اینجاست که کارگردان هلباند گفته بود که موقع فیلم برداری اصلا روی مخاطبای گسترده‌ای تمرکز نکرده بود، چون خودش میگفت این درام جذابیت جهانی نداره. خودش هم گفته بود از اینکه توی کره بعد از اسکوید گیم مقام دومو گرفته خیلی هم راضیه، اما وقتی صبح بعد از انتشار سریال هلباند از خواب بیدار میشه میبینه که بوم، کلی تماس داشته که بهش اطلاع داده بودن که هلباند توی رتبه اول جدول جهانی قرار گرفته. اما
نظر شما همراهای همیشگی چنل موویشن در مورد سریال هلبان چیه؟ این زیر حتما برامون کامنت کنین. این بغل دوتا ویدیوی دیگه بهتون معرفی میکنم که پیشنهاد میکنم حتما یه سری بهشون بزنین. بهترین فیلمای روانشناختی جهان و بهترین سریالای جهان. با آخر این ویدیو رسیدیم. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنین، چنل موویشن هم سابسکرایب کنین و زنگوله هم بزنین تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر باشین. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.